کارها برنامه ریزی بلند مدتی دارن و ازش هم دارن استفاده میبرن. برگردیم به بحث اصلیمون، هر 4 سال یک بار پس چی شد؟ هافینگ انجام میشه. این هافینگ بر اساس اون روز اولی که تحریزی شده، یعنی گفته من 21 میلیون تا نهایتا میتونید استخراج کنید، 4 سال یک بار پاداش نصف میشه. روز اول با همین لپتاپی که جلوتون بود میتونستین 50 تا بیت کوین استخراج کنید بگیرید، اما هرچی رفت جلوتر و جلوتر و جلوتر این کار سخت و سخت و سختتر شد. هر 4 سال یک بار نصف میشه، 50 شده 25، 25 شده 12.5. یعنی شما فروردین اردیبهشت امسال هم اگر تو اواسط اردیبهشت ماین میکردین حدود 25 بیت کوین میتونستین استخراج کنین. سختی شبکه بسیار بالا رفته و این 12.5 شده الان 6.25. یعنی همین امروز یه فارم را بندازی میرسه به 6.25 و هر 4 سال یک بار که میریم جلوتر این عدد کوچیک و کوچیک و کوچیکتر میشه که سال 2040 فکر میکنم که عدده میاد زیر 1. میریم جلوتر هرچی بیشتر شناخته میشه، تقاضا براش بیشتر میشه، ارزشش میره بالا، اونورم عرضه کمتر میشه. قیمت روی بازاره که هیچ دستکار منیپولیشنی توش بود، یعنی منیپولیشن نگم، بگم حمایتی از سمت یک ارگان بزرگ، یک دولت خاص وجود نداره، عرضه و تقاضا قیمت رو مشخص میکنه. هرچی عرضه کمتر بهتر. تقاضا و هیجان ورود به این بازار هر روز داره بیشتر از قبل میشه. پس یه جذابیت خوبیه که این هافینگا رو در نظر داشته باشیم، فورکر گوشه ذهنمون داشته باشیم، یک موضوع فاندامنتالیه برای خرید. پس قبل فورک بگیری میره بالا، بله میتونید از سودش استفاده کنید، حتی قبلتر از اون مثلا یه مدت زودتر این کارو بکنید که خیلی با قیمت مناسبتری میگیرید، ضمناً اون پاداش هم عین مجمع میمونه. شبی که، روزی که، تایمی که، لحظه ای که داره فورک انجام میشه، شما باید صاحب میزانی از این کوین یا آلت کوین باشین. در نظر داشته باشین که بعضا هم حداقلی رو توی کیف پول ها در نظر میگیرن. تمام بیت کوین ها تا سال 2140 استخراج خواهد شد و هر 10 دقیقه یک بلوک تولید میشه. بابت هر بلوک الان که با هم صحبت میکنیم به تاریخ امروز 6.25 صدم بیت کوین به عنوان پاداش ارائه میشه. هر 210 هزار تا بلوک هم حدودا 4 سالی طول میکشه تا ایجاد بشه. روند پاداشا که خدمتون گفتم تو سال 2040 به شدت استخراج کاهش پیدا میکنه و در سال 2030 این میزان استخراج یعنی 98% بیت کوین های توی این چرخه استخراج شدن. الان 2021، 9 سال آینده. یه فلش بک بزنید به 9 سال قبل خودتون، زمانی که بیت کوین اومده بود و ماها میتونستیم بخریم با قیمت های 100 دلار و 200 دلار و عددهای اینجوری، هیچ کسی تو مخیرش نمی گنجید که امروزی که با هم صحبت کردیم هفته پیش یه ATH 41999 دلاری زده باشه و امروز این اتفاق افتاده. شما میتونید برنامه سرمایه گذاریتون رو بلند مدت تر کنید. سوالی که بارها بارها من باهاش مواجه میشم که طرف مونده برای 200 دلار ارزون تر خریدن، یه دفعه مینی 2000 تا رفته. نمونهشو مثال زدم، 20000 فروخته اومده سوارشه، نتونسته، جرئت نکرده، شده 40000. حالا میپرسه به نظرت چیه، وارد شم یا نشم؟ اینا همون داستان بیهیویر فایننسه که خیلی مهمه. و محل درآمد ماینرها از سال 2140 وقتی که، یا مثلا از سال 2030 که به بعد میشه که خیلی کار سخت میشه ماین کردن، از محل تراکنشه. الان ببینید یه پولی بابت تراکنش پرداخت میکنه دیگه. این شبکه شتابی که برای اتصال حساب‌های بانکی شما در بانک‌های مختلف در کشور هست، همین بلاکچین بیت کوینه که حالا شما میخوای از این کارت به این کارت بزنی، باید یه پولی پرداخت کنی، اون موقع باید روی این پلتفرم پرداخت بشه. ببینید تاریخچه استخراج رو نگاه کنی. سال 2012، من اینو خیلی ریز نوشتم مخصوصا که نمیخوام درگیر این جریانات بشین. سال 2012 ببینید خط سوم نیو بی تی سی پر بلاک بیفورش 50 بوده، بعد از این هافینگ شده 25. قیمت روز هافینگش 12 دلار و 35 سنت بوده، 150 روز بعدش شده 127 دلار. یعنی تقریبا میشه چقدر؟ 5 ماه بعدش.
4 سال بعدش هافینگ 2016 که دومین هافینگ بیت کوین هست، قیمت 25 تا شده 12.5، قبل از روز هافینگش دقیقا 650 بوده، 150 روز بعدش 758. بازم 650 میگرفتی، امروز که داریم با هم صحبت میکنیم چند صد بر اصلا چه رشد خوبی گرفتیم. و بعدیش میشه هافینگ سوم که 11 می 2020 انجام شد، فکر میکنم هفته نیمه دوم اردیبهشت ماه میشه، 12.5 بیت کوین شد 6.25، قیمت روز این نصف شدن پاداش 8821 بود. حتی پایین تر از این هم شما تو بهمن اسفند سال 98 میتونستی بخری حدود 4000 دلار. بازم رو 8000 دلار نخریدن. حالا اومدن سقف کشیدن رو 40000 تا میخوان بخرن. این فرصت مثل ابرای تو آسمون میمونن، و اینکه اگر فقط باید بهش دقت بکنیم، ازش بتونیم استفاده کنیم. و خب به هر حال قطعا شما دوستانی که الان نشستین پای این سیستم دارین این کار رو انجام میدین، مطمئن باشین جزء پیشروها خواهید بود. به دفعات توی این پوسترهای صفحات اینستاگرامی میبینید میگه اگر شما 28 صدام بیت کوین داشته باشین جزء 1% تاپ دنیا خواهید بود. چرا؟ چون از اینجا به بعد 2.5 میلیون بیشتر دیگه نمونده. شما فکر کنید یه شرکتی مثل میکرو استراتژی که امروز من خوندم مورگان استنلی که یه شرکت سرمایه گذاری بزرگ امریکایی هست، اومده 10% سهام این شرکت رو معادل 500 میلیون دلار خریده، که میکرو استراتژی بالای میلیارد دلار الان سرمایه گذاری رو بیت کوین داره. یعنی عملا میکرو استراتژی غیر مستقیم اومده تو بیت کوین. زمان فورک ها بله مشخص هست، تقریبی میتونن تخمین بزنن با توجه به سختی شبکه و ظرفیتی که ماینر ها میذارن، این چند روز میتونه این بر اونور بشه و قابل پیش بینی هم هست، کاملا مشخص تاریخ ها. و الان یه نمودار قشنگ میخوایم تو اسلاید بعدی ببینیم، و من برم برگردم سر اسلاید. یه لحظه ترسیدم گفتم نکنه من دارم حرف میزنم ولی اون بر هیچ کسی نیستش. پشتیبان عزیزم اگه مشکلی پیش اومد موبایل منو دارید حتما به من زنگ بزنید بی زحمت. خب من برگردم به اسلاید. حالا میپرسن این هافینگا که خب پس همه میدونن دیگه، کار گنده ای نیست. من یادم یه مصاحبه ای کرده بودم با یه نشریه ای که تو حوزه بانکی فعال هستن، اونجا گفته بودم، حالا من به عنوان کسی که اعتقاد داشتم که بعد از هافینگ قطعا رشد میکنه، ولی این عقب جلو شدن این انجام این کار به هزاران فاکتور دیگه بستگی داره، که نمونهش اینجا میتونید ببینید. بیت کوین هافینگ گراف جانم. نه من فکر کردم مشکلی پیش اومد شما با من تماس گرفتین، گفتم اگه مشکلی تو صدا و تصویره به موبایل من بزنید چون من فول اسکرین گذاشتم نمیبینم اون صفحه زیرو. ممنون. نه مرسی، متشکرم، خدا حافظ. ببخشید من آقای منصور یوسفی بود، بکنم مشکلی خوردیم تو صدا که تلفن رو برداشتم. ببینید این گراف رو میبینید مسیر رشد بیت کوین رو داره نشون میده. توی جالبه، حالا تو اسلاید بعدی بهتر میشه ببینید، تو هر هافینگی که انجام شده یه رشد داشته، تو هر هافینگی که قبل از این بوده یه حرکت انجام شده، یه بازه چیز داشته، ترس داشته. الان اینجا تو این اسلایده بهتر می‌بینید این بول سایکلا چرا رد شد، این بول سایکلایی که می‌بینید سبز رنگا و بعد بیر سایکل داره که اون حالتای مثلا بازار می‌ریزه، خرسی و گاوی دیگه، این اصطلاحات احتمالاً می‌دونید. بازار هم خرسی رو میگن بازار همراه با رشد و همه چی خوب، همه مثبت 5. بازار خرسی هم میگن بازار همراه با ترس و ریزشی. ببینید دو جا از سمت چپ نگاه کنید نمودار رو، یه ستون اول داره 51%، 53 تا بار زده 371 روز، یعنی این بارا منظور کندل ها هست، این قرمز سبزایی که رفته بالا پایین، 731 روز طول کشیده، رسیده به نقطه اولین پایین سفر که نگاه کنید نوشته first halving، اولین هافینگ انجام شده. بعد ببین چه رشدی کرده، رسیده به اون قله،
364 روز طول کشته.